داریم از 30 سال پیش پروفسور آهرون باراک یک نابغه حقوق بین الملل در کنار اوریلین که از لیکود بود و در کنار دان مریدور که اون نیز به دنبال تصویب لایحه‌ای بود و از نظر قانون گذاری که آنچه که در بیانیه استقلال اسرائیل آمده که یک کشور یهودی، یک دولت، دقت بکنید، دولت یهودی بدون تبعیض نژادی، قومی، زبانی و جنسیتی. گفتن که منظور ایشون از برداشت، یعنی که دیوان عالی اسرائیل بر این هست که کشور یهودی و دموکراتیک داشته باشیم. قبول کردیم از این نظر که یک دولت یهودی و دموکراسی داشته باشیم. و آیا بن گوریون نمیدانست که بنویسه سه کلمه رو به جای اینکه بنویسه بدون تبعیض جنسیتی، نمیدونم مذهبی و نژادی و قومی و زبانی؟ داشت. ولی ما با چه افرادی روبرو بودیم که در تأسیس اسرائیل؟ سوسیال دموکرات ها، استالینیست ها، نئو مارکسیست هایی که آمدن کلخوز ها را ایجاد کردن و هنوز فئودالیسم سوسیالیست اسرائیلی رو نه فقط در شینبت اسرائیل، نه فقط در موساد اسرائیل، نه فقط در پلیس اسرائیل، یعنی هژمونی رو خودشون در اختیار داشتن. و اینی که حق حاکمیت رو، اعمال حاکمیت رو حتی از نظر سیاست گذاری به دولت نتانیاهو هر چقدر بگین تندرو باشه نداده بودن، یعنی که میباید هر آنچه که انجام میداده و انجام میده بر طبق آن باشه که از نظر حقوق بشر اقلیت که عرب اسرائیلی هستن، مسیحیان هستن، دروزی ها هستن، چرکسی ها هستن و غیره صدمه به اونها به عنوان یک دموکراسی نرسید. یعنی چرا من اونها رو شورای نگهبان دموکراسی میخوانم؟ برای اینکه هر آنچه که در دولت تصویب بشه، هر آنچه که در هیئت دولت و در پارلمان تصویب بشه، اونها باید بیان و اوکیش بکنن، یعنی باید تصویب بکنن، وگرنه میتونن ملغا بکنن، الغا بکنن. یعنی که چی؟ میتونن بیان و اون قانونگذاری که منتخب جامعه انتخاب کرده به دوانه یک بر حال یک دولت منتخب راستگرا رو بیان و برهم بزنن. یعنی که اون چکن بالانسی که ما در آمریکا داریم با یک دیوان عالی که استقلالی که فراقانونی هست رو برهم زده. یعنی حتی بخواد بیاد و کاری هم بکنه، نتانیاهو باید بر طبق کنوانسیون ژنو عمل بکنه، باید برنامه رو داشته باشه از نظر رزمندگان خودش که به 500,000 نفر در حال حاضر در یک هایی که مرزها قرار داده، از نظر حتی خود گالاندیز آمد گفتش که باید این قانون گذاری و ریفورمی که خواهد انجام بدن با وضعیت در حال حاضر هست و تهدیدهایی که ما رو داره دنبال میکنه باید از اون جلوگیری بشه تا اینکه یک اجماع یک هایی که احساب باشه، نه اینکه احساب دیگه از فراقانونی بودن دیوان عالی مسرور بودن. نه، اونها نیز به هر حال میدونستن باید این قانونگذاری انجام بشه و ریفورم انجام بشه، ولی به خاطر اینی که افرادی که در کنار اونها هستن و اونها رأی میدن من جمله اعراب اسرائیلی به دنبال هم چیزی نبودن که مزایا و امتیازاتی که در حال حاضر به آنها داده شده به گونه بیاد و سر بشه. از این رو اون چه که صحبت رو به فرم هست نیشست کنم از 4500 تا برنامه تلویزیونی که ما داریم روی یوتیوب شما میتونید سرچ بکنید، فکر کنم دست کم 300 تا برنامه درباره یکایی که مسائل داشتیم، یکایی که موشکافی کردیم. یعنی که وقتی که مهرداد رحیمی میاد و حرفای اون رو به جعلیات منتسب میکنن و بزن در رو میکنن جدا قابل قبول نیست از نظر من.